سلام همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا ما تو این قسمت بالاخره بند و بساتمون از جنوب جمع میکنیم و راه میافتیم به سمت تهران. Welcome to Bobak City. از شهر بابک میریم به سمت روستای میمند و یه جاده خفن و ترسناک میبینیم. و آخر سرم به یه روستای خیلی قدیمی و چند هزار ساله میریم که مردمش توی غار زندگی میکنن و ما شب اونجا میمونیم. تو غاریم الان. این منم و اسمم آیدینه. به چنل یوتیوبم خوش اومدیم. سه چهار سال پیش تصمیم گرفتم که سبک زندگیمو عوض کنم و جور دیگه ای زندگی کنم. و اگه شما هم دوست دارین که تو این راه با من همراه باشین، سابسکرایب یادتون نره. حافظ ای درخت میمو، خدا حافظ ما بدونه دیم. ما بالاخره داریم میریم، خدا حافظ ما بندر داریم، خدافظ میکنیم. آقا دو تا نکته رو من اینجا بگم. یکی این که اینستاگرام پیج قبلی منو بست، حالا به یه سری دلایلی که نمیخوام بگم چون طولانی میشه. پیج جدیدم و لینکش تو دیسکریپشن هست، حتما فالو کنین چون خبرهای خیلی خفنی در راهه. دومی که اگه میخواین بدونین که چی شده که ما به اینجا رسیدیم و جریان سفرمون به جنوب رو بدونین، پلی لیستش رو این بالا سمت راست واسهتون میذارم، اگه دوست داشتین حتما نگاه کنین. محمد آقا، ما قرار بود صبح زود را بیافتیم، ولی به خاطر اینکه محمد نخوابید تا صبح مجبوریم الان ساعت 12 ظهر را بیافتیم. ما میریم شهر بابک بمونیم. بچه ها ولی دوست ندارن بمونن، نمیدونم میمونیم یا نمیمونیم. زود ساعت 12 همیشه یادش باشه، همیشه بعدش هم بریم تهران. که رد شدیم یکی از بزرگترین اکسپوزیسیای ایرانه که یه بار محمد و نیما رو قشنگ گشتم. از زیر اون سوله ها که میای اول اگه مشکوک باشی میبرن اون پارکینگ بغل و دل روده ماشین رو میرزن. حالا نمیم به سمت شمال، اولین جایی که میرسی فکر کنم حاجی آباده. حاجی آباد خرماهای چی بود؟ نه تیارم، خرماهای تیارم صادراتی از اونجاست، ولی اصل کاریش خرماست. نارنجی صادراتی هم داره، خیلی خفنه. آره بابا، اگه تونستی میخوره فیلم میگیره بوده. اولین جایی که میرسی حاجی آباده، فکر کنم یه ساعت و نیم راه. 190 کیلومتر. کامیون رو با تریلی دارن میبرن کجا نمیدونم. بکنم صفر. نه اصلا کامیونش یه جوری بود، من نمیدونم. 6-7 بود حد اول. بکنم برای معدن کردم. آفرین. این حالتی بود. پرتغال کجاست؟ میگه پرتغال واشنگتونه. من میگم از آمریکا اومده. میگه آمریکا چرا؟ میگم این واشنگتون نیست. میگه نه، واشنگتونه وکیل آباد. و بنزین زدن دوباره شروع میشه. Welcome to Bobak City. In 800 meters, turn right. به خود بابک زنگ زد.
بابک جان سلام. او چه تصادف شده؟ تا بزرگی؟ بزرگی بارده؟ بارده؟ فقط بیرون برداشتم، بعد ما داشتیم رو کاپوت ماشین غذا رو میخوردیم، دلش به حالمون سوخت، گفت بیای داخل. شهر بابک یکی از شهرهای مهم استان کرمان هستش. این شهر دارای معادن خیلی زیادی از مس و فیروزه است و به خاطر اینکه توی مسیر بندرعباس به تهرانه رونق زیادی گرفته و گردشگرهای زیادی هم به اینجا میان. این شهر تو غرب استان کرمان واقع شده و حدوداً 200 کیلومتر هم با شهر کرمان فاصله داره. قدمت این شهر برمیگرده به اردشیر بابکان که مؤسس سلسله ساسانیان بوده و این نشون دهنده خیلی قدیمی بودن این شهر هم میتونه باشه. جای گردشگری خیلی زیادی داره که اگه بخوام بگم یه لیست خیلی بلند بالا داره، ولی اکثرا روستاهای تاریخی و دشت و اینجور چیزا هستش. ما رسیدیم اینجا، خواستیم شب بمونیم، از تو لیستش نگاه کردیم، چشمون خورد به یه روستایی به نام میمند که یه روستای صخره‌ای و گردشگریه و تصمیم گرفتیم که به سمت اونجا حرکت کنیم. من فکر کنم جزو معدود رستورانایی بود که اون را دارم میام بیرون از تشکر نکردم. 27 کیلومتر داره، 26 کیلومتر داره. همون شهر بابک روستای دستکده میمند باستان این که نی همونه، همون 35 و 26 همونه. آره همونه. بدون ریسم داره 35 کیلومتر. چه خانه سنگی؟ آره. کلا میمون جون. 800 meters at the roundabout turn left. دلت هست؟ ما دختره الان میریم ببینیم یه چش نداره واسه. وای زامبیه یا یا برات داغش کردم. یه تو دختره یه دونه چی پیدا کردیم؟ یه دونه اقامتگاه پیدا کردیم، بعد از تو اینترنت زنگ زدیم بهش. هی به نیما زنگ میزنه میگه بیانه واسات بیانه بریز واسات تو داغش کنم اتاقو. یکی میای میخوام داغ از راست گفت بی بعد از راست گفت بعد از راست گفت هی بیانه بده بیانه بده. اون گفت بابا یه داستانی داره ببینیم چه شکلی. راهنما روشنه اما حواست به جاده است. من که رفتیم تو بر جاده ای از همه راهنما مونه حالا میریم یه خانواده هم مثلا اونایی که این جا داره یه زامبی خانواده یکیشون چشم نداره یکیشون فک نداره. یکیشون سینه خیزه باشه میکشه رو زمین کلن دوتا پا نداره. اوه بچه ها دیگه تش جاده نیست، نور چششو کور کردی. خاکی شد بچه ها جاده خاکی شد دیگه بیخیال. سرای میمند اینجا یه دونه هم زوری هست که برودم ممنوع زده چی؟
قبرا رو ببین. لوکیشن دختره رو دادم به یه لوکیشن چیز کن یه لوکیشن بفرستیم برای یکی ترن لفت اینجاست این اقامت کنه این ها میگه در نقل بگی برگرد مگه من هر تو لوکیشن برستادم You have reached your destination. من رفتم یه لوکیشنی که خودم بگیرم بسه بزنه زنگ بزنم خانوم جونه مادرت خانوم یا علی کس بذار زیرش کنم حساب نگو بالا رو نگاه بکنم اینجا اولش آمان من باید این خفش اینجا کاره چی میگی اولش باستا دیگه اینجا خطرناکه بذار بریم یه چی دیگه یعنی دقل تو جاد دیگه لوکیشن فرستاده دختره؟ مواد غذایی و دارویی با اینجا رو مغازه است چه خفنه برو برو یه سیگار بگیر ازش خواهیه داری برو عمو سلام سلام اینجا اقامتگاهه؟ برو جلو برو 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 بالا باید بریم بالا اقامت چی میخواین؟ ما این شب بمونیم بمونیم نگه شب دیگه نه ما اینجا ای اتاق کوی داریم میخوای اتاق کوی؟ نه ای اتاق جونور داره؟ نه دیگه گرمایشی داره؟ علادین الان نه؟ علادین مخوایی ببین نه یخ میمه خیلی ترسن که اونا رو میگی اون بالا؟ نه اینا دیگه اونا یه همش همین جوری هم خب؟ یه جدیدی نمیذارم بسازه خاطری سبت جانی هم آره دیگه همه شو رو تو گوشید نزدی چیو؟ اقامتگاه چرا؟ چی نوشته اقامتگاه چی نوشته؟ سنگی سنگی که همینه آره برو مستقیم برو یه دونه بالا مهمان سرای میمند بالا هم یه دونه هست حالا دی منم اینجا باشم آدم باش نباشم این برای خودته؟ چی؟ این جایی که میگی؟ ها اینجا مال خودم هم من کرایه میدم چقدر شبی؟ شوی هشت تا ست تا حالا حتی دو خب چقدر زورت دو ها میرسه کول چقدر شما ست تا نیست ترا چی؟ جات کجاست؟ برو بالاتر هم داره برو پایین داره میریم بالا رو میبینیم اوکی نشد میام پیشم ما درقه نیست تاکت نمت گر خواهش بود یه 80 تومن 100 تومن از شما 100 تومن میگیرم. بچه صادقی بود دیگه. حالا یکی هم که صادقه بگو چرا. واسه رو ببین. احمد سلام خانم. خوبی؟ خوبی؟ میگم شما فکر کنم نزدیک من نمیدونم الان کجا باید میام. بگو یه دوراهی رسیدیم. آره. مستقیم دارو بیان جلو اومدیم جلو بگو به یه دوراهی رسیم این دوراهی رو مستقیم یه چپ یا راست کسان الان هم بداریم یه بالا درسته آره آره میمونم خاکی شد آه دیدم تو دیدم کو خانم سلام شما باید آره خیلی باید یه سر تو بیار باید برو باید اگه گفت بهتون میام بالا بریم بالا دور معماری اینجا میمند بین 3000 سال تا 12000 سال قدمت خورد 3000 سال تا 12000 سال بعد چجوری بوده اینا از دست ظلم و ستم پناه میگیرن میمند یعنی پناهگاه پناه میگیرن میان اینجا میان اینجا شروع میکنن خونه ساختن یا خونه کندن اولین خونه هایی که میکندن پشت اون کوه بوده یه جایی بوده به نام گرگستون اونجا شروع میکنن خونه کندن بعد خونه میکنن میان داخل میان خونه ها میریزه همی کنن میبینن میریزه دقت کرده باشین خونه هیچ ستونی نداره آره دیگه آره. فقط کندن با بعد... تیشه با چی کندن تیشه با تیشه کندن آره. بعد میان میشنن فکر میکنن میان چرا میریزه بعد میبینن که داخل این خونه داخل کوه مرطوبه
به خاطر رطوبت ریزش میکنه. بعد حالا اینا میدونستن یا نمیدونستن، ابتکار زدن، چیزی بوده نمیدونم. یه درخت های این اطراف هست بهش میگن بنه. خب. پسته کوهی. پسته کوهی. آره بنه. این درخت یه شیره خاصی داره. میان این درخت ها رو هیزماش میزنن تو این خونه، آتیش میزنن. دوده اینا رو دوده میگیره. این دوده باعث میشه که این رطوبت گرفته شه، خوشه. یه لایه ای هم روی این عایقش خانه. این سیاهی که میبینی. بعد یه چیز دیگه که خیلی این خونه جالبه، این خونه یه خروجی بیشتر نداره، اینم در خروجی دیگه نداره دیگه. خب این یه دونه خروجی نمیتونه حکم هواکشو داشته باشه، چون هوای دیگه از جای دیگه وارد نمیشه. درسته دیگه. الان اینی که میگم شما خودتون فکر کنی منطقی، چون یه دونه خروجی بیشتر نیست نمیتونه کار هواکش انجام بده. ای بابا. ولی الان اگه توجه کنی میبینی، اگه مثلا یه کبریت منجر روشن کنم، یه نخ سیگار روشن کنم، دودش میره بیرون. آره. پس همه خونه میمن به هم وصله. حالا نه اینکه سوراخ داشته باشم من برم تو اون خونه، از لحاظ چیزی بهتون بگم، هوا توشون رد و بدل میشه. محفظه داره. دقیقاً. ای بابا. همه خونه به هم وصله. از لای این مثلا سوراخ، یه دونه این سوراخ ها مثلا میره تا یه جایی که آره. بعد یه چیزی هم این هم اسمش کلیدونه. خب آره. کلیدون، کلیدون اینه که این پشت دره، اینه که پشت دره این سوراخ از اون ورم را داره. خب یعنی از بیرونم را داره. اینا میامدن چیکار میکردن؟ اینا میامدن دره که میبستن دستشون از سوراخ میکردن داخل، قفلش میکردن، کلیدش در میآورد. عجب. آره. بعد این بدون کلید عقب نمیره. دوباره اینو میکردن داخل، میکشیننش عقب. هر خونه ای هم کلیدش با بقیه فرق داشته. آره. چند تا خونه از کل داره؟ میمن 407 تا کیچه داره. به هر کدوم از این ورودی ها میگن کیچه. آره کیچه با کوچه فرقش اینه، کوچه دو طرفش بازه. این یه طرف. آره این یه طرفش بازه. کیچه. 407 تا کیچه داره، 2100 تا اتاق داره. 45 سال اون پروژه میمن طول کشیده تا ساخته. آره 45 سال طول کشیده. 45 سال طول کشیده اینجا رو کندن؟ کندن بله. 45 سال طول کشیده کندن. بعد داشتم بهتون میگفتم، یهو یادم رفت، اول رفتن اون ور کندن گرگستون، بعد دیدم هر روز داره جمعیت زیاد میشه. هم جمعیت زیاد میشه، هم سیستم دفاعی گرگستون ضعیفه. مثلا اگر بهشون دشمن حمله میکرده یه جوری نبوده که بتونه از خودشون دفاع کنه. آره. ولی میمد فردا صبح میبینید سه زل داره، یکی اینجا، یکی روبرو، یکی اونور. سه زل سه تا نگهبان میذاشتن کل میمند رو. آره پوشش میداده. بعد یه سنگای بزرگ میبینید جلو هر کیچه هست. خب سنگ بزرگ میبینید روبرو. آره. آره. اینا میگن چون خیلی دست به دست شده دیگه، میبینید آره چند هزار. منطقش اینه که اینا از رو کوه اومدن پایین، این از اون بالا بارونی چیزی اومده، اینا قل خوردن اومدن پایین. سنگا. ولی یه روایت دیگه هم هست که میگن اینا رو وقتی که حیوانا حمله میکردن بهشون، اینا رو مینداختن تو دم در کیچه. یعنی مینداختنش. آره ورودی ها رو میگرفتن چون در نداشته این که. این منطقی تره که اگه همه جا هستش. خب بیشتر جا هست. الان فردا صبح که بیدار میشین من دیدم. آره بیشتر جا هست، ولی خب بعضیاش هم پودر شده. 12000 سال. الان این همین خمره‌ای که اینجا، این 1300 سالش. آره این مال شراب بوده. میمند یعنی میمند، می می‌خوردن می‌کندن. تو تمام خونه‌های میمند خمره شراب هست. یعنی تو تمام خونه‌هاش. آره این 1300 سالش. جدی؟ باور. من یه آلمانی اومده بود اینجا، دقیقاً جا شما نشسته بود. بعد من داشتم بهش توضیح می‌دادم، رسیدیم به این که این 1300 سالش. بهش گفتم 1300 سالش معذب شد. اینجوری نشست. بذار معذب شد. آره. بعد گفتم چرا اینجوری با؟ گفت این خمره قدمتش از کل تمدن که قاره کشور من بیشتره. بعد شما چجوری انرژی اینو تحمل میکنی؟ گفتم داداش نمیدونی اینجا ایرانه. بعد اینجا چقدر ساکنه بومی داره؟ اینجا قدیمی ترین روستای دستکند جهانه که هنوز زندگی توش جریان داره. دوستان کد مسابقه اینستاگرامی این ویدیو 190 هستش. برای آگاهی از شرایط مسابقه اینستاگرامم رو فالو کنین. لینک پیج اینستاگرامم توی دیسکریپشن همین ویدیو هست. از سال 1350 تقریبا اینجا متروک شد. یعنی همه رفتن تو شهر. ولی دوباره برگشتن مردم. یعنی اینجا فصلی شلوغ میشه. تابستونا مثلا خانواده‌ای که بچه‌هاشون مدرسه نمیخوان برن، سه ماه تابستون میان اینجا. یا آره
یا اینجا در پیرمرد پیرزنایی هستن که همیشه اینجا کلن. آره کلن. الان فردا که فردا شده بیدارشین روبرو خونه تون سمت راست اونور یه پیرمرد پیرزنایی هستن، پیرمرد پسر پیرزن است. پیرزنه 115 سالشه، 15 سالم دیر شناسنامه شده. آره 130 سالشه. بعد ببین چه تفکری داره، وقتی نگاهش میکنی اینجوری اینجوری راه میره، میخزه رو زنی، ولی وقتی کسی نگاهش نمیکنه حواسش نیست بلند میشه میدوه، میترسن چشش بزنن. این کنات اون جنس کن نرم بوده. چون نرم بوده؟ آره. نهارو تا الان بزنیم بعد داریم میاره احتمال زیاد. بله آره شما باید درست کنیم. هر چی خودتون میدونیم بهتره دیگه. هر چی خودتون میدونیم. اینجا خوشمزه تر میشه. خیلی پسند دارم. هر چی خودتون. کشک و قرمه. کشک و قرمه. هر چی خودتون میدونیم. حالا قرمه معمولی هم بزنین. آره 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 دوستتون متفاوته. دوستتون متفاوته. خب پس یه دونه قرمه معمولی بزن به تو بخورم. آره آره خوبه. ولی اون تو گرمه باید. آره بیرون سرد شد. بیرون خیلی سرد شد. من داخل اتاق تو هیتر روشن کردم. گفت به به این اتاق ماست امشب. اینجا سه تا اتاق داره. سمت راست داره. این هم آیدینه. اینجان. این هم یه اتاق دیگه هست. خود تاریشه. من برم تو. خوده بود. آقا. تو نشون بدم. تاخچه فابریک کوه. صف کازه کوه. تاخچه رو نشون بدم. آها تاخچه. تاخچه اینجاست. این همون جریان آشون که میگفت سخت همون اینجا اتاقه اصلا یه چیز رویایی آشون که میگم همین خیلی حسه آشون؟ آدی یه خیلی خوبی آشون کاملشه نا دستم بود توصیف کنم مجسم خوبه آدی شما باشو منم دیگه برم تنهای فهمی برم پیش خب برو 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 کار چیزی داشتیم دیگه یه ندابدیم هم برو آقا ما رسیدیم اینجا محمد و نیما اینجا خیلی خوششون اومده بود از کلن از میمند بعد تو فکر این افتاده بودن که یکی از این قارا رو بیان بگیرن و اجاره کنن و اینجا یه دونه اقامتگاه باحالتر درست کنن و سرمایه گذاری کنن و مثلا گردشگر به اینجا بیارن از طریق حالا تبلیغات و اینستاگرام و این حرفا یه دفعه یه اتفاقی افتاد که کلن اصلا نظرشون عوض شد و لبخند از رو لباشون برداشته شد و قیافه هاشون رفت تو هم این توی اتاق نشسته بودیم همونجور که داشتیم صحبت میکردیم یه دونه موش اومد از زیر محمد رد شد بعد همون موقع بعد دیگه فاز بچه ها عوض شده تا الان میگفتن به به و چه چه خوندنم چه قاری و چه جایی و اینا واقعیت رو اینا استاد نیما دارن فهم فکر میکنن که شبو بپیچونیم بریم دیگه یزد اینجا نمونیم هیچکی جرات نداره تو رخت خواب بخوابه خب این از ماجرای امروزمون امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه و کلی باهاش حال کرده باشین اگه واقعا اینجوری بوده یه لایک حتما روش بذارین چون اینجوری الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو به آدمای بیشتری معرفی میکنه و کلی به من کمک میکنین و ازم حمایت میکنین راستی یادتون نره که پیج جدید اینستاگرام هم فالو کنین چیکار کنین فردا بیرون کامل بهتون نشون میدیم وقت خسبیدن است فردای اون روز ما از خواب بیدار میشیم و آقا مهدی واسم اون صبونه میاره با دم و تشکیلات محلی نونش اینه تخت سنگ میگه تا ده کوب نمیاره بعدش دوباره میریم میزنیم به جاده و میریم دوباره پمپ بنزین و دوباره پمپ بنزین و دوباره پمپ بنزین ما چه حسی داری بازم داری بنزین میزنی؟ خیلی حس بدیه
و متوجه میشم که این به بعد خواستم برم بندر یه دونه MVM سسیلند بگیرم و با اون بیام که انقدر پول بنزین ندم. راستی یادم رفت بهتون بگم صبح که پاشدیم یه مقدار تو میمند هم گشتیم. پس اگه دوست دارین که قسمت بعدی رو از دست ندین حتما چنلمو سابسکرایب کنیم و دکمه زنگوله رو هم بزنین. لینک چنل رو با دوستانتون به اشتراک بذارین. این موضوع خیلی به من کمک میکنه. تا قسمت بعدی خدافظ.